حضور بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه است، پنجم از ماه ژانویه 2009 میلادی. در روزهای دوشنبه همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم و مطلع هستی، در باب مغالطات صحبت میکنیم، خطاهای فکری، ذهنی و تاریخی که به طور روزمره درگیر آن هستیم. امروز هم عرض شود که از تاریخنامه طبری ماجرای عرض کنم حضرت امام حسین علیه السلام رو میخوانیم که چگونه کاری به کار یزید نداشت، یک پولی هم میگرفت، در مدینه بود، یزید دنبال اون رفته. عرض شود که این داستان ها که شنیدیم که حسین برای آبیاری دین قیام کرده، اینها همه مهمل است. این آقا نشسته بود اونجا زندگیش رو میکرد، یزید آدم دنبال اون فرستاد و اون مجبور شد و مرد جاه طلبی بود، مرد عصبانی بود این حضرت حسین علیه السلام، و عرض شود که فریب خورد، گول خورد، محاسباتش اشتباه بود، نمیخواست کشته بشه. خب چون ماه محرم هست که روزگار گدایی فرارسیده است و البته ما شیعیان محترم یک سال ما دزدی بکنیم و جیببری بکنیم و دروغ بگوییم و کلا سر عرض کنم خلق خدا بذاریم، هیچ اشکالی ندارد. اگر در ماه محرم دو تا بزغاله سر ببریم، عرض کنم که یه قیمه درست کنیم و با کفگیر بریم بخورن، تمام گناهان ما پاک میشن. عرض کردم در مکتب شیعه وظیفه پسر ابو طالب، علی ابن ابی طالب، این است که در روز قیامت هرچه بچه بازو، هرچه دزدو، هرچه جیببرو، هرچه آخوند مفتخور رو عرض کنم، هرچه راشی و مرتشی و اینا هست، پسر ابو طالب ببره به بهشت. یعنی این وسیله تقوت کردن به قوانین خداست، شفیع روز قیامت. بعدم که برد پیش خدا عرض کنم که اینها همه این جنایتکاران و دزدان شیعه رو برد بخواد ببرهش، خودش میرود اونجا ملاقه رو به دست میگیرد، شروع میکنه از اون حوض کوثر آب دادن. ببینید ما رو به کجای حماقت بردن اینها، یعنی جایی برای اخلاق هم باقی نگذاشتن، هر چه هست ریاکاری. این ماه محرم و ماه رمضان فقط کار ریاکاری است، کار خداشناسی نیست. آقا خداشناسی قد تظاهر نداره که بابا جان، که روزگاری است این ماه محرم که همه دزدان که عرض کنم که کنترل همه اموال مردم رو دارن به واسطه نزدیکی به این آخوندها، اینها دو تا بز و گوسفند بدبخت بیچاره رو بگیرن سر ببرن، قیمه بکنن و تظاهر بکنن که بله. ما هم عرض کنم که جز نیکان هستیم، بله خیلی کریم هستیم، در راه حسین ما داریم اینجا قیمه پلو میدهیم. حالا یه کسی به پسرش سفارت میکرد، پسرم اگر یک جا رفتی رد شدی، دیدی در یک سالونی جایی میگن حسین حسین، وارد شو، اونجا قیمه میدن. اما اگر دیدی علی علی میکنن، نرو، اونجا دارن حمالی میکنن. خب عرض میشود که این گریه کردن برای حسین و عرض کنم عزاداری و اینها، همه این داستان شیعه رو که شما نگاه کنید به لحاظ نظری و عملی، اینها ریشه در فرهنگ قدیم ایران داشته. همین عزاداری برای حسین عزاداری بوده است برای سیاوش، به خصوص در بخش خراسان و ماورانهر و اینها عزای سیاوش یک رسم کهن است. من از کتاب گاه شماری و جشنهای ایرانیان ایران باستان برای شما میخوانم. الکساندر مونگیت در کتاب باستانشناسی شرح و تصاویری از این مراسم داده است. کتاب مذکور، بله، شرح باستانشناسی و بسا از شهرهای ایران در شمال خراسان که حالیه جزء خاک شوره محسوب میشد، به ویژه نام شهرهای مذکور در وندیداد و کجا و کجا آمده، و عرض کنم که این رفرانسی است که خدمتتون میگم. میگوید که سرود کین سیاوش مراسم تعظیم و نوحه خوانی و سوگواری برای سیاوش بوده است که هر ساله، بله، در روز یادمان و رخداد این حادثه، یعنی کشته شدن سیاوش، برگزار می شده است و در اغلب شهرهای ماوراءالنهر چنین مراسمی برگزار می شد و سوگواران در مجالسی که به این سبب برپا می شد نوحه خوانی را با همسرایی و هم‌آوایی برگزار می کردن. یعنی نوحه می خوندن، آواز می خوندن، همصدا.
و در دسته ها و هیئت ها با درفش ها و پرچم ها و شبیه سازی ها و علم و کتل و اماری به مقصد کشتنگاه سیاوش حرکت می کردن. مدارک و اسناد به دست آمده نشانگر آن است که برخی از سوگواران از اندام های خود بازنش به یاد خون سیاوش خون روان می کردن. این مراسم چندین روز ادامه می یافت و رسم اهدای نذور به یاد اون جوان شهید و اطعام سوگواران رایج بود. نیز تصاویری باستانی از این مراسم یافت شده است، شبیه شاهزاده سیاوش را در یک اماری و جایگاه ویژه که با شکوه می ساختن قرار داده و حرکت می دادن. هیئت نوازندگان در کنار این تخت روان می نواختن و مشایعان و سوگواران از زنان و مردان خود را می کوفتند و نوحه خوانی می کردن. بله، کتاب باستان شناسی ایران، الکساندر مونگیت. پس ملاحظه می کنید که همون که خدمتتون عرض کردم و اون نویسنده سنی نوشت، گفت این رافضیگری همون گبرکیگری است، به توهین صحبت کرده که از گریبان رفض سر به در آورده است. و علت اون هم که ایرانیان نمی توانستن و نمی خواستن به اسلام عربی تن بدهند، ابداع کردن، اختراع کردن و این امام خدایی رو از اون جهت باب کردن که هم الله رو خار بکنن و هم پیغمبر رو، زور علی رو. نه الله داره در ایران نه محمد. خیلی منت که بر رسول خدا بگذارن به قول خودشان. کسی که عرض می شود که بنیانگذار این مکتب هست، خیلی منتظر یک صلواتی براش خط کنه، اما داستان داستان علی است و پسران او، بیضه مقدس. ما تنها مردمانی هستیم که معتقدیم بیضه مقدسه، مجبور هستیم اینگونه سخن بگوییم. هموطن، پسر امام اگر دیوانه و خل و چلم باشه، امام آقا ما نمیفهمیم، اون دیوانه نیست. ماه گدایی، عرض کنم که ماه بدبختی و نکبت، ماه تظاهر، عرض میشود که آغاز شده است و یک اقتصاددان بایستی یک روزی بنشیند و حساب بکند ببینیم این ملت ایران بدهکاریش به این اکبر و اصغر چند میلیارد دلاره، یه مرتبه بدن راحت بشه. این بدهکاری این مردم آقا میسر نیست. در روزگاری میسر بود، مردم بیکار بودن، در اطراف ایران سنیان بودن، در روزگاری عباسیان بودن، در روزگاری امویان بودن. این سینه زدن برای حسین یک تظاهرات سیاسی بود. هر ساله میلیون ها دلار از جیب ملت بدبختای ایران و بدبخت بیچارگان کردستان و سیستان و بلوچستان و نمیدونم خراسان و اینا میرود برای علم و کتل، برای حسین تشنلب. بله، حالا خدا میداند این حسین به حکومت رسیده بود چه خونها میریخت. اون گفتن یک هموطن ارمنی از ایران میگریخت، گفتن کجا میره، گو امامشون که اینه، ببین شمرشون چه خبره. اجازه بدهید برویم سراغ تاریخ نامه طبری، از شبت که ببینیم که این حسین چیکار میکرد در مکه و داستان چه بوده است. خب، خبر پادشاهی یزید ابن معاویه. این معاویه قبل از اینکه بمیره رفته بود از همه سران عرب بیعت گرفته بود برای پسرش، سه چهار نفری بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن عمر که یکی از خداشناسان مشهور هست در صدر اسلام. عبدالله از کنند که بسیار مشهور است که این مرد چه زهد و تقوایی داشته، مثل پدرش بود. یکی عبدالله ابن زبیر، مرد بسیار دلیری بود، مرد دلاوری بود و از کنم این همون کسی است که وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی او رو به دار کشید، مادر پیر او که میگذشت گفت کسی نیست که این سوار رو پیاده کند. در 70 چند سالگی کشته شد عبدالله ابن زبیر. و حسین پسر علی، اینها بیعت نکرده بودند با یزید،
معمولا عرب حرفش حرف بود، سخنش سخن بود، وقتی قولی میداد نمیتوانه زیرش بزنه. اگر که عرض میکنم که نقض قول میکرد حیثیتش از بین میرفت. این است که وقتی میگو من بیعت کردم، بیعت کرده بود، تمام شد. این چهارتا بیعت نکرده بودن. حالا بخوانیم ببینیم که مورخ در 1100 سال پیش این کار دیروز و پریروز و زمان فتح علی شاه و زمان نمیدونم شاه سلطان حسین اینا نوشته نشده. 1100 سال پیش تقریبا، چون یزید به پادشاهی بنشست، همه اهل شام را بیعت بستد و به همه مسلمانان نامه کرد به خبر مرگ معاویه و بیعت خود تازه کرد و وصیت که پدرش کرده بود و گفته که پس از من چنین کن. پس او نامه کرد و ایدون گفت بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله یزید امیر المؤمنین الى فلان و فلان و غیره. این عنوان نامش بوده، یعنی عنوان امیرالمومنین رو داشت و نامه نوشت به کسان. و این کارداران که معاویه فرستاده بود همه را به جای خود بگذاشت، یعنی مشاغلی که پدرش به آدم داده بود اونا رو در شغلشون ابقا کرد. چون یزید بنشست همه غم بدین چهار تن همی خورد تا که بیعت کنن. چهار تا بودن. پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخواند و با او مشورت کرد. مروان گفت معاویه مرا وصیت کرده است که این چهار تن را مجنبان و مرنجان. گفت بود پسر من به قول تاریخدان برای تو بیعت گرفتم، پادشاهی به جای گذاشتم و گردن کشان عرب را نرم کردم. معاویه میگوید این چهار تن رو کارشون نداشته باش، به خصوص این پسر عمت حسین رو، یه پولی بهش بده میشینه سر این سید عرض کنم اهل پول و موله، بهش بده میشینه سر جاش. اما بترس از این عبدالله ابن زبیر، معاویه میگوید بود. حالا مروان داره حکایت میکنه سخن معاویه رو. ولیکن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر چهار تن را بخوان اگر بیعت نکنن و گویند تا بنگریم تو بدون هم داستان مباش و هر چهار را بکش. این مروان حکم در سیاست های صدر اسلام نقش عمده داشته. این همون کسی است که کاردار عثمان بود و در جنگی که عرض کنم که نبرد منزل یوم دار یا جنگ خانه مشهور هست دفاع میکرد با 500-600 تن از عثمان و یک شمشیر هم به گردنش خورده بود و گردنش هم کج بود. عرض میشود که و بعد هم ادامه داشت شخصیت سیاسیش و کار سیاسیش در تشکیلات حکومت ادامه یافت این مروان. خیلی خوب میگوید که تو گوش نکن. این رو به کی گفته است؟ به ولید ابن عتبه. و اینا رو بکش. بله. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخنگوی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. خب این آدم های کمی نیستن، یکیش نبیره پیغمبره، یکیش پسر ابوبکره، یکیش پسر عمره و پسر زبیر، اینها را به گزاف نتوان کشتن. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. خیلی خوب، پس حسین داشته زندگیشو میکرده، نه در اندیشه آبیاری اسلام بوده نه هیچی، داشته زندگی میکرد، یه پولی هم از یزید میگرفته در همین مدینه. یزید ول نکرده آدم فرستاده که آقا، مجبورش کرده که این عرض کنم حرکت کنه، یک کار خامی بکنه. پس اگر شنیدید که حضرت امام حسین چون طاقت نیاورد این فساد یزید را، خواست برای آبیاری اسلام این کنند، اینها مهملاته، اینها حقایق تاریخی نیست، حقیقت تاریخ چیز دیگریست. نشسته بود زندگیشو میکرد، خیلی هم وضع خوبی داشت، لباس خز میپوشید. آقا لباس خز امروز هم کسی نمیتونه جز میلیونرهای درجه یک لباس خز به تن کنه، پوست خز. اینا مال مفت بود، عرض میشود که اموال ایرانیان و مصریان و اینا میآوردن به اینا بیشتر میدادن، تو اینا منصوب بودن به عرض کنم که تشکیلات نبوت و این داستان ها، پدرش هم خلیفه بود و اینا، پول دو برابر سه برابر میگرفتن. عمر به اینا دو برابر سه برابر پول میداد. همه خیال میکنن اینا در زهد زندگی میکردن و اینها، نه، زاهدان کسان دیگری بودن، مینامونشان بودن، زهاد. اینا اهل لقمه های چرب بودن، این حسن و این حسین و اینها. باری
میگوید که اینها رو به گزاف نتوان کشتن، پس کس فرستاد و حسین رو بخوان. پس مامورای یزید این حسین داشته زندگیش میکرده، خزش هم به تنش بوده، وضعش هم خوب بوده، عرض میشود که پولار هم میگرفته، یزید بهش باج هم میداده، چون گفته بود این بهش یه چیزی بده کاریت نداره و این احترام خیشی رو نگه دار با این حسین. اما اینها قزاق فرستادن اونجا که آقا بیا بیعت کن. خیلی خوب، و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند و در ماجرای قراردادی که اینها نوشتن، یعنی برادر بزرگش حضرت امام حسن نوشت و اون سه شرط رو پذیرفت از معاویه که بیعت بکند با او و حق خودش را از خلافت که از پدرش ورث رسیده بود بدهد به معاویه، حضرت امام حسین حضور داشت. و اون سه شرط یکی اون بود که 6 میلیون درمی که در بیت المال مسلمی در مدینه بود یک جا و یک کاسه برای خودش بخورد. دو، عرض کنم که شهر داراب رو، دارابگرد رو به او بدهد که مالیاتش رو نوش جان کند. اینا طمعشون همیشه زیاد بوده، این سادات طمعشون ته نداشته، حرصشون برای مال دنیا و قدرت انتها نداشته. سه، اینکه به پدرش لعنت بکند، اشکالی ندارد گفت، چون رسم کرده بود معاویه به علی لعنت میکردن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، این نسل تاریخ هست. حسین گفته بود من امضا نکنم، من موافقت نکنم با این کار، و به طوری خدمت خوندم گفت من بهتر دانم یا تو. حضرت امام حسن به این امام حسین میگوید من بهتر، اینم امضا میکنه و در واقع هیچ حقی نداشته به خلافت، به جهتی که خلافت و بزرگی و سروری و اسلحه از پدر به پسر بزرگ ارث میرسید، این کاری نبوده که حالا ادعا هم بکنه، چون برادر بزرگش که محق بود به این کار فروخته بود، پولش رو گرفته بود و کاری نداشت به این کارها. حالا یزید این رو بل نمی کنه. میخوام این مطلب رو شما متوجه باشین هموطن گرامی، این همه دروغ که در ذهن ما کردن که به این آسانی بیرون برو نیست، من میدانم، حداقل بدانیم که چه بوده. خب پس این ولید ابن عتبه، این آدم فرستاده است اونجا که حسین رو بخوان که ازش بیعت بگیرن. خیلی خب، پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند، 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد. یالانچی هم داشت، 50 تا آدم مسلح هم با خودش برداشت که بره منزل این نماینده یزید در مدینه. 50 مرد با سلاح با و گفت شما به در بایستید و سخن مرا گوش دارید. اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشید. گفت من میرم، احتمال اینا میخوان منو بکشنده چیزی، این 50 مرد شما باشید دم در. من صدا کردم، نعره زدم، گفتم یا جدا شما با شمشیر کش بیاین تو تا جنگ کنیم، بکوشیم یعنی به جنگیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید را بر کرد، بر یعنی نیک، یعنی احترام کرد، ولید را بر کرد یعنی محبت کرد. بله، ابرار از این ریشه است. باری بر کرد و نامه یزید بر وی بخوان. ببخشید، ولید او را بر کرد، چون بالاخره حاکم اون بود، احترام کرد و نیکی کرد و تعارف کرد و چای گذاشت و اینها، و نامه یزید بر او بخوان. گفت نامه امیرالمومنین آمده، این نامشه. حسین گفت این نامه یزید به 4 تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. خب اینجا یه مغلطه کرد، میخواست فرار کنه، گفته که ما این نامه برای 4 نفر اومده، شو بقیه رو جمع کن تا ما با هم بیعت کنیم. حتی حسین نگفته بیعت نمی کنم. خب میگوید که این نامه یزید به 4 تن آمده است، همه را بخون تا یک جا بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. ولید هم دردسر نمیخواست، گفت درست میگی، اشکالی نداره. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. کاش این کار کرده بود، این شر خوابیده بود. و ولی بکش این، نگذار فرار بکنه، این باعث شر میشه، بده همینجا بکشش. خیلی خوب، حسین اون سخن مروان بشنید، حسین شنید
گفت ای مروان، تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد. خیلی خوب، پس علت مهاجرت یا فراره. آقا توی اسلام عزیز هر کسی فرار کرده و قرار بوده ما اطاعتش بکنیم، فرارشو گفتن مهاجرت. آقا فرار فرق میکنه با مهاجرت. پدر جان، در مهاجرت در سال 300 هجری، آقا هجرت و مهاجرت معنی داره. یه کسی به اختیار خودش، بدونه که تحت تعقیب باشه، بدونه که بخون جانش به خطر بذاره، مهاجرت میکنه. روز روشن، مادرها حلال کنین، خر خودش و تورش و تاچش و بار میکنه، مهاجرت میکنه. نصف شب فرار کردن که مهاجرت نیست که، این فراره. پس حسین رو از اگه کاریش نداشتن، اونم کاری به کاری یزید نداشت. اینجا یقش گرفتن بیا بیعت کن. و اینم که کینه و دشمنی قدیم. اوه، این خانواده ابو سفیان و اینا بزرگترین دشمنان اسلام بودن. اینها جنگ ها کرده بودن با پیغمبر اسلام و اینها. حالا این حسین شده وارث همه اون کینه ها و دشمنی ها. پسر عموش، پسر عموش هم یزید، پدرش هم معاویه است، معاویه پسر ابو سفیان. از یک سو مادر بزرگش هنده، کسی که جگر حمزه رو خورده و اینها. اینا کینه های قبیلگی و دشمن و عصبیت های قومی و اینها. اومد بیرون از خونه. باری خب، و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد. شریعتی میگوید که حضرت به میل خود مهاجرت فرمودن. آقا مهاجرت نکنه، از ترس این نماینده عزیز میگوید با پسر زبیر در رفت، فرار کرد از ترس جانش. نصف شب بگریخ و به کجا رفت؟ به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. پنهان بنشست یعنی ترسش قایم هم شد. پس یک، حسین بیعت نکرده بوده. دو، فشار حکومت برش بیعت کنه. سه، در رفته. چهار، پنهان شد. حضرت امام حسین برای آبیاری اسلام آمدن در کربلا، خود را شهید کرد. پس پنهان شد. خیلی خوب، پس در کجا پنهان شد؟ در مکه. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد. حالا یک مش آدم موالی بی غیرت، عرض می شود که مذبذب بیهوده از فرومایگان و اینها که گرفتار شدن، غلاما و نوکرام، اینها تو کوفه جمع شده بودن. کوفه مرکز بردگان بود، بصره و کوفه. اینا جمع شده بودن، اینا حرفشون هم حرف نبود. این کوفیا مشهور هستن، چون اینا آدمای نژاده و درستی نبودن. آدم نژاده و درست که تن به بردگی عرب نمیداد که، یا کشته میشد تو جنگ یا خودش میکشه چیزی. اینا غلاما و نوکرا بودن. از این فرومایگان ایرانی هم بینشون زیاد بود، از خودمون، بخششون از خودمون بودن. این تشریف بیار پشتیبانیت میکنیم، از داروش برمیاد از بر فرا. نوجبا نبودن خلاصه. اینا که در کوفه تن به اسارت و حمالی عرب داده بودن که آدم حسابی نبودن که. اینا تو کوفه بودن، مرکزشون کوفه بوده. کوفه شهر نظامی بود، ساخته بودن. و به همین پیشنهاد سعد بن ابی وقاص در روزگار حمله به ایران، دیدن کار ایران خیلی مشکله، به این آسونی نیست مملکت رو گرفتن. گفتن شهر نظامی درست میکنیم، سپاه اینجا میگذاریم، از اینجا شروع میکنیم حمله کردن و دزدیدن، غارت کردن. عرض کنم که نهاوند آذربایجان و خراسان و اینها، این دو تا شهر محل بردگان بود، موالی. خیلی خوب، اینا هم موالی هم خونجیگر بودن. از خلافت عمر بگیرید، اینا خونجیگر بودن تا خلافت معاویه، چون معاویه آمده بود عربیت رو برکشیده بود، عصبیت عربی رو حاکم کرده بود که ما پیروز شدیم در این جنگ ها، نه به واسطه اسلام و اینها، به واسطه که عرب نژاد برتری است. این مرد شوونیستی بوده این معاویه، عرض کنم، اما سیاستمدار لایق و بزرگی بوده در این حال. علمش و بصیرت سیاسیش نظیر نداشته. حالا بر صورت اینا کوفه بافت اجتماعیش این چنین بوده که عرض کردم خدمتتون. خیلی خوب، کوفی ها رو شنیدن که خونجیگرن از حکومت یزید و اینها، این کوفی ها. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدن و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خویش آی که ما جان و خواسته پیش تو داریم. اینها نامه نوشتند که آقا شنیدیم اومدی به مکه، تا
تشریف بیارین اینجا که ما جان و خواب محضرها نوشتن. این محضر رو فردوسی هم استفاده کرده، براتون خوندم از داستان ضحاک که عرض کنم اون نامه‌ای که ساخته بودن که امضا کنه کاوه پاره کرد و زیر پای انداخت و رفت محضرها نوشتن، نامه‌ای که در حضور دیگران نوشته میشد و امضا میکردن نوشتند و به حسین فرستادن که تو بیا ما جانمون فدای تو میکنیم، پولمون هم فدای تو میکنیم. پس چون اون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادن، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد. این آدم بسیار دانا و بصیری بوده، از داهیان عرب، ابن عباس در اونجا زندگی میکرده و نامه ها بر وی خوان. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنن. این مرد بزرگ بزرگوار هم پدر حسین به حرفش گوش نداده بود، به همین دلیل شکست خورده بود. سه چهار تا آدم عاقل تو دستگاه علی بودن، قیس ابن سعد یکی از اونها بود، گوش به حرفش نمیداد. این ابن عباس هم یکی از اونها بود، گوش به حرفش نمیداد. گفت که تو نمیخواد عجله کنی، یکی از قبل خیش، یکی از خیشان اینا بفرست، ببین اوضاع احوال چگونه است، ببینید داستان چیست. بعد بود که کوفیان مردمانی بیوفا اند. حالا چرا بیوفا اند؟ به خاطر که اینها روت و ریشه نداشتن، اینها از نجبا که نبودن، اینها آدم های بردهی بودن، غلام کسی هم به بردگی کشیده شد و یه مدتی تو سری خورد و فشکل شطور جمع کرد و از کنم که آب بشه شطور عرب برد آب داد و لباس تمون رو نمیدونم چیز عرب و شست که دیگه شرف بارش باقی نمیمونه که حالا قولش هم قول باشه. خب و تو دانی که با پدرت چه کردن؟ چند بار؟ حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردن. گفت اینا 12,000 نفر هستن، پیروان ما هستن و اینا به ما بیعت دارن. بله. عبدالله ابن عباس گفت تو بدی تو بدین قره مباش. پیداست که قره بوده که میگوید قره مباش، این دوچار غرور شده بوده. گفت آقا بخیال حرفا رو بریز دور، ما بودیم که با پدرت هم این داستان ها بود. خیلی خوب، اگر چانه نیست کسی را اختیار کنه بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برن پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، یعنی ابو طالب چند پسر داشت، یکیش هم عقیل بود که خیلی هم این عقیل رو دوست داشت. این عقیل همون آدمی است که کورم بود بیچاره بدبخت، آمد رفت پیش مولای متقیان. به مولای متقیان که در یک روز 5,000 تا آدم میتونه سر ببره، گفت آقا یه چیزی به ما بده ما گرسنه ایم. گفت دستت بیار جلو، نعل آتشین انداخت کف دستش، اینم نعل پر کرد و چند تا بره بیرا به این مولای متقیان گفت. سوار شطور شد، پیغام داد به معاویه که من دارم میام پیش تو. معاویه فرستاد آقا جان در این عرض کنم تپه های شام در بیورلی هیلز اونجا یک منزل درست حسابی در اختیار عقیل گذاشتن، کلفت و نوکر، رفاهش رو تأمین کرد معاویه. این پسر اون بود، مسلم ابن عقیل، اگه یادتون رفته یادتون باشه این کی بود. فرستاد اونجا. خب چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد، او را گفت به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند، پس مرا آگاه کن، اگر به باید آمدن بیایم. بسیار خب، تا اینجاش عاقلانه رفتار کرده، چون ادوایزر خوبی داشته، مشاور خوبی داشته. ابن عباس مرد عال دانایی بود، گفت برو اونجا بشین یکی یکی با تو بیعت کنن. طرز بیعت هم این بود که می آمدن و دست می دادن و می گفتن ما بیعت میکنیم با حسین، عرض میکنن که به سنت رسول و چیزی قرآن، از اینجور داستان ها چند کلام می گفتن و اسلام و جهاد از این حرف ها، و دست که می دادن دیگه دست داده بودن دیگه. گفت برو اونجا. خیلی خوب، این هم رسم شد. چون مسلم به کوفه شد و پنهان بنشست و خبر اندر کوفه افتاد که مسلم ابن عقیل آمد و بیعت حسین همی گیرد. که البته خیلی چیز غریب عجیبی است که یک کسی بخواد بیاد از چند هزار نفر بیعت بگیره و خبرش پخش نشه، برو پنهان بنشین و بیعت بگیر. پیداست عقل و درستی هم در کار نبوده. آقا این برای جاسوسی که نرفته بود که کسی نشناسه، باید بره بیعت بگیره. چند هزار نفر قرار بیعت کنه، خب اینا میگن
خبر در کوفه افتاد، خبر شد که یه بابای اومده داره کودتا میکنه. این حسین میخواسته کودتا بکنه. این کودتا چی بوده؟ خیلی خوب، بله، خبر گفت که مسلم ابن عقیل آمد و بیعت حسین همی گیرد و حسین از پس او همی آید. گفتن ایها الناس بدانید، آگاه باشین که این داره میاد کودتا کنه، اینم اومده براش بیعت بگیر. بله، خلق روی بدون هادند و بیعت همی کردند تا 12,000 مرد بیعت کردند بر مسلم. خیلی خوب، و مسلم نامه کرد به حسین و مهتران کوفه همه به خط خیش نامه کردند، چون سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن المظاهر. این حبیب ابن المظاهر همونیه که ریش پرخونش معروفه. اینم همراهش عرض کنم که اگه این حبیب ابن المظاهر همون آیه ابن المظاهر باشه، واسه از کوفه رفته باشه، چون و به نظر نمیاد که درست باشه حبیب ابن المظاهر. اگه حبیب ابن المظاهر در کوفه بوده چگونه رفت تو لشکر حسین؟ ریش پرخون حبیب ابن المظاهر خوبه. اینا بزرگانی بودن که عرض شد که نامه نوشتن و اینا که بله تشریف بیارید. خب، و هانی ابن عروه، این همه مهتران کوفه بودن که بیعت کرده بودن، در حالی اینام شهرتی در عرب نداشتن. اینا آدم های میانمایهی بودن، از شیوخ بزرگ عرب نبودن ایش کدوم اینا که اسم برد. ما ناماشون در تاریخ اونچنان نمیبینیم که بگیم آدم حسابی بودن اینا. خب، بله، و نامه به رسولان دادن تا به نزدیک حسین علیه السلام شدن و نامه ها بدن. حسین شاد شد و نامه ها رو جواب کرد که اینک آمدم. پس دیگر روز دو رسول از کوفه آمدن و 150 نامه آوردن و سختی کردند که باید که آماده باشی حسین. ایشون را نیز بازگردانید و گفت اینک آمدم. و حسین را نیز به بصره بسیار شیعت بود، پس مولای را به بصره فرستاد، نامش سلیمان، و نامه کرد بدون مردمان که شیعت پدرش بودند، چون احنف ابن قیس و مالک ابن مسمع و مسعود ابن عمرو و همه مهتران بصره، و گفت هر که شیعت من است همه به کوفه آیند، که من اینک به کوفه هم می آیم. پس حسین آهنگ رفتن کرد و اهل کوفه بیعت تمام کردند و رسولی نزد حسین فرستادند. بله، گفت که چه دل خوشی داشته حسین که حالا عرض کنم که یه حکومت مقتدری مثل حکومت معاویه و پسرش یزید و اینا اونجا نشسته، این آقا گفته بیعت کنیم، اینک آمدم. به 4 تا نامه دل خوش کردی که بره اونجا و شاه بشه. و از عصبانیتی که این مرد داشت و از کینه‌ای که در دل داشت می توانیم حدس بزنیم، گرچه تاریخ رو با اگر و مگر نمی نویسند، اما اگر این مرد به حکومت می رسید خون هزاران نفر رو می ریخت. کینه پدرش و پدر بزرگش و اجدادش رو می گرفت. گفت که بله، پس حسین آهنگ رفتن کوفه کرد و اهل بیت و اهل کوفه بیعت تمام کردن و نزدیکی و رسولی نزدیک حسین فرستادن. پس مردی از هواخواهان یزید نامش عبدالله ابن مسلم سوی نعمان ابن بشیر رفت که امیر کوفه بود و گفت دو روز است که مسلم عقیل اینجاست و همه کوفه با وی بیعت کردند و حسین ابن علی را از مکه بیاوردند. مسلم ابن عقیل را بگیر و سوی یزید فرست. و این نعمان ابن بشیر از یاران پیغمبر بود علیه السلام. گفت تا ایشان از من پنهان دارند من آشکارا نکنم. این آقا میل داشت به اهل بیت و اینها، گفت که تا اونها آشکار نکنن من کاری ندارم نه. و تا با ما حرب نکنن من با ایشان حرب نکنم. عبدالله بیرون آمد و نامه کرد سوی یزید و او را آگاه کرد که مسلم بن عقیل آمد و حسین همی آید. و من نامان را گفتم، او مرا چنین جواب داد، باید که امیری دیگر فرستی به کوفه. این نامه چون به یزید رسید گفت کرا فرستم؟ اندیشه کرد و گفت این کار هیچ کس نیست مگر از آن عبیدالله ابن زیاد. عهد عراق و کوفه نزدیک عبیدالله ابن زیاد فرست و گفت کسی را به بصره خلیفت کن و خود به کوفه رو، و مسلم ابن عقیل را و هر که با وی بیعت کردند بکش، و اگر حسین را بیابی و او نیز بیعت نکند او را هم بکش و سرش سوی من فرست. بله، اینا کسانی بودند که
در روزگار جاهلی جاهلی همه با هم رفیق بودن و یه قبیله بودن. حالا که موضوع قدرت هست و حکومت ری، حکومت ری، حالا شما فکرشو بکنید که ما به چه بدبختی افتاده بودیم که این اینها به ری حکومت میکردن و قبالش رو دست به دست میکردن، حتی به شمر گفتن حکومت ری بت میدیم، برو بکش و سرش بفرسته اینها. چون اقدام نمی کرد این عبیدالله رو فرستاد. پس این حالا این کی بود؟ این ابن زیاد. زیاد کاردار علی بوده، دو قتل عام هم در ایران کرده این زیاد. زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، که البته به واسطه لیاقتی که نشون داده بود در کار آدمکشی و دزدی و عرض میکنم گرفتن اموال و اینها، مدیریت در کار تجاوز، این آقا رو ابو سفیان آورده بود و در حضور بزرگان عرب گفته بود دیگه نگویید زیاد ابن ابی، بگویید زیاد ابن سفیان، این برادر من هست. و عرض شود که این زیاد کاردار علی بود در زمان خلافتش در بخشای ایران. این عبیدالله پسر همو بود. خب چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بسته خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. عبیدالله همون شب این سلیمان را که مولای حسین بود طلب کرد و به چوب او را مقر آورد که اون نامه سوی که آوردم. عبیدالله دیگر روز مردمان بصره را گرد کرد و گفت من آگاه شدم که حسین سوی شما نامه کرده است و رسول او را بگرفتم و مقر کردم. فرستاده حسین را گرفت، بس به چوب، اونم همه چیز را گفت و بزرگان صدا کرد و براشون سخنرانی کرد و شما رسم من دانید که من چگونه کشنده ام و همی به کوفه خواهم رفتن تا مسلم عقیل را و متابعان او را بکشم. اکنون شما هوشیار باشید. پس اون سلیمان را که رسول حسین بود بیاورد پیش ایشان، میانش به دو نیم زد و گفت من توانم که اون کس را بکشم که این نامه به دیشان آورد و نخست نویسنده را بکشم. اکنون شما هوشیار باشید. فرستاده حضرت امام حسین علیه السلام را آورد، از وسط شق زد و گفت حواستون باشه، این سزای کسی است که کودتا بکنه، کودتاچی نداریم در این حدود و من دارم میرم اونجا کوفه حساب این مسلم ابن عقیل و طرفداراشو برسم و برگردم. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار. چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت و بر اشتری زینی نشست و براند. میان شام و خفتن به کوفه رسید، با ده سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود. اما برای میذاشتن عربا یه چیزم از زیبری میامد که دیدین تحت عنق از زیر گردن، یعنی میره بالا. و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتن. حالا گفته بودن حسین داره میاد، این آقای ابن زیاد هم داره میره، به همون هیئت حسین خودش درست کرده با عمامه و تحت عنق به قول مورخ داره میاد، حالا میرسن بیخیال میکنن این حسینه. بله چون دانستند که حسین است، چون به جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم، و خلق بسیار بر وی گرد آمدند و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی. یا ابن رسول الله تشریف بیارین اینجا یخنی بخورین، چلو کباب آماده است. به ابن زیاد و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. در سرای سلطان یعنی در دارالاماره در کوفه. نعمان ابن بشیر در ببست و به بام کوش برآمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. حالا اون آقای که حاکم بود اونم فکر کرد که این ابن زیاد حسین رب بالا، گفت آقا یا ابن رسول الله نیا تو اینجا خطرناک از این صحبت ها. پس مردمان نومان را دشمن دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. بقیه هم که فکر می‌کنن حسینه، من فحش دادم به اون. نومان گفت نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس ابن زیاد گفت در بگشای که لعنت بر تو باد و بر حسین.
مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد، به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت، فرار کرد به منزل هانی، همون بزرگ، یکی از بزرگان که نامه نوشته بود و اون مهتر شیعت علی بود، یکی از بزرگترین شیعیان علی بوده. و عبیدالله ابن زیاد دیگر روز مردمان را گرد کرد و گفت من بدان آمدم که شما را و هر کی با حسین بیعت کرده است همه را بکشم. کاری نداشته، این آخوندام از همینا به ارث بردن، مخالف رو باید کشت، آقا حذف کرد، دشمن هستن، بله اومدم همه را بکشم و من دانم که شما شیعت حسینید. پس هانی ابن عروه را گفت من شنیدم که مسلم ابن عقیل به خانه تو است. گفت نیست. گفت سوگند بخور. هانی سوگند نخورد. عبیدالله هانی را باز داشت و کس فرستاد به سرای وی تا مسلم را بگرفتند و پیش عبیدالله آوردند. عبیدالله او را با هانی باز داشت. پس خلق گرد آمدند بر در سرای مقدار 50,000 مرد از بحر هانی و مسلم و عبیدالله بفرمود تا مسلم را و هانی را بر بام کوش بردند و سر هر دو ببریدند و سوی اون مردمان انداختند. عبیدالله پشمی به کلای اون 50,000 تا نمیدیده، اگه نه جرأت نمیکرد چنین کاری بکنه. گفتم اینه مش فرومایگان بودن تو این کوفه. گفته هر دوشو ببریم بالا، سراش نبریدن پرد کردن به نجمیه. برکات از این آدما آمده است و منور کرده است. خب اونا هم که ایران آمدن از همین آدما بودن، یه قوم قبیله بودن. یه کسی بین اینا پیدا شد گفت من پیغمبرم. خلق و خوی اینا رو که کسی عوض نکرده بود، که خونخوارترشون کرده بود اسلام. اینا یه فضیلتی هم داشتن، فضیلتاشون هم فراموش کردن، چون موضوع پول آمد. عرب پول نمیشناخت، ثروت نمیشناخت، اسبای زیبا نمیشناخت، کاخ نمیشناخت، فرش های ایرانی نمیشناخت. موضوع اینا که شده بود دیگه به هم رحم نمیکرد، به برادر دیگه رحم نمیکرد. اون خلق و خوی و صفات و فرزانگی اگه داشتن اینها در این بیابان ها، اونم فراموش کردن، داده سر اینا رو بریدن پر کردن بین جمعیت. خب چی شد؟ اون خلق برمیدن. این برمیدن چیز خوبی بود، فعل خوبی به کار برده، مثل گوسفندان الفرار. در حالی که مگه این عبیدالله چند تا آدم داشت در اون دارالخلافه سرای سلطانی؟ اینم 20 نفر مثلا، فرض کن 30 نفر، 100 نفر، میگه 50,000 مرد آدم جمع شده بود، دو تا کله که انداختن همه الفرا. از سر مسلم و سر از شبت که هانی رو بریدن انداختن. و این به ماه ذوالحجه بود، به سال 60 از هجرت. چه ماجرای هولناکی رفت از این سال اول هجرت تا سال 60 و بعد چه خونخواری ها کردن این عرب، این حکومتیان عرب چه جنایت ها کردن که واقعا شرم‌آور. خب و همون روز حسین ابن علی از مکه برفت با همه اهل بیت خیش از بحر اون نامه مهتران کوفه و ندانست که به کوفه چه افتادن. عجله زیاد داشت برای کودتا. حضرت با حسین علیه السلام سب نکرد که آقا یکی از طرف این مسلم بیاد که آقا چی شد، این مسلم ابن عقیل داستان کوفه چه خبر است و اینها. دلخوش شد و فریب خورد و خامی کرد و عجله کرد و فساد و نفاق انداخت بین مسلمان با این کارش. قبل از اینکه نامه بیاد اهل بیتش رو برداشت و حرکت کرد. اینا اهل بیت زیاد داشتن، معمولا یه چند تا زد داشتن و بچه زیاد و اینها. این حضرت امام رضا علیه السلام که آمده شاه بشه در ایران، ولی عهد مأمون بشه، هر جا ما میبینیم امامزاده یکیش برادر اینه، پسر برادر اینه. دو سه تاش هم اخیرا من کشف کردم، حالا گذشته نمیدونم حضرت عبدالعظیم و گذشته اون که در قم هست و اون که در شیراز هست و اون که در نیشابور هست و اینها. جمع میکرد که لقمه چرب پیدا شد، اهل بیت همه بیایید، به همه شما حکومت میدم، ایران جای بزرگی است، مردم زحمتکشی هم داره کار میکنن، ما میخوریم. هر چی امامزاده تو ایرانه نصفش مال این برادرها و نمیدونم پسر عموها و خواهر و برادر و این همه امام رضاست. اومده بودن مفخوری به هم مرو و تو طرفای خراسان اینا، توس اون طرفها که شاه بشه. مدعی بودن اینا.
آقا شما خداشناس هستین برای اسلام، برای اسلام همون کار میکنین که خود امام جعفر صادق میکرد. یه شاگرد داشت یه پولی میگرفت، عرض کنم که کلاس درس داشت و اینا، عقلش بیشتر از اینا بوده حداقل. اینا هر روز شمشیر میکشیدن که خلافت حق ماست و کسی هم به اینا نمیداد، نه بین مردم پشتیبانی داشتن نه شیوخ بزرگ عرب با اینا کار میکردن. متو ما مردم ایران به واسطه یه گیر این اعراب افتاده بودیم، برای رهایی از چنگ عرض کنم اسلام سنتی و هر شبت که اینها چسبیدیم به یقه اینها که ما طرفدار اینها هستیم. حالا خود این داستان سرطان شده و دوالپا شده پیچیدی گردن ما. یا کنید جناب آقای خامنه‌ای و حرفاش و کارهاش و قوانینش و زار و زندگیش. امروز این سیاحتنامه شاردن رو آورده بودم خدمتون، مفصل ترین سیاحتنامه از بین همه مستشرقینی که در روزگار صفوی به بعد آمدن از شاردن است. این مرد به روزگار صفویان شاه عباس دوم به ایران آمده، یک فصلی پرداخته در باب ایرانیان که بخشای خیلی خوب هم گفته، انتقادهای شدید هم کرده. میگوید که بله و این از جمله عیب‌های ایرانیان است، یعنی فحش دادن، سخن زشت گفتن. این جماعت مهیلترین، مزورترین، فریبکارترین، متملقترین اقوام جهانند و برای رسیدن به مقاصد خیش نزد صاحبان مناسب چندان خود را پست و خار و کوچک می شوارند که به وضع نمی گنجد. مثلا با صورتی حق به جانب به بزرگان اظهار می کنند اون چه بر زبانشان می گذرد و بیان می فرمایند همان است که در دل ایشان است و برای باوراندن گفته خود به دروغ ده ها سوگند می خورند، ولی همین که به مراد رسیدن و خرشان از پل گذشت به عیان اظهار می دارند که این همه فروتنی و منقبت سرایی را فقط به خاطر رسیدن به مقصود به جا آورده اند. آنان چنان در کار فریفتن صاحبان مناصب ورزیده اند که عقل از تصور آن عاجز است. مثلا برای اینکه مدیحه گویی و تحسین و آفرینشان در خاطر شخصیت مورد نظر کاملا طبیعی و دور از مداهنه و مجامله جلوه کند، هنگامی به تعریف و توصیف زبان می گشایند که از جای خارج می شود و یا از کنارش می گذرند و چنان می گویند که صداشان به گوش شخصیت مورد نظرشان برسد. بنابراین اونچه گفتیم، ایرانیان در دغلکاری، فریبزنی و دروغگویی سخت دلیر و بیباکند. برای جلب کمترین سود و دفع و رفع کوچکترین زیان ده ها سوگند می خورند و به عاریت می گیرند و پس نمی دهند و اگر بتوانند کسی را بفریبند دمی درنگ نمی کنند، عهد خویش را نمی پایند، به تعهدات خود عمل نمی کنند، در کار بازرگانی صداقت ندارند و همیشه طرف را مغبون می کنند، در اندوختن مال حریصند و برای کسب شهرت و بلندنامی به هر وسیله متوسل می شوند و چون غالبا نمی توانند وارسته و متقی باشند، به تقدس و پارسایی تظاهر می کنند و اون را از جمله راه های مؤثر برای رسیدن به شهرت و سوداها و شهوات خود می شمارند. سخن کوتاه، قومی متظاهرند و جز اون چه می نمایند می باشند. برای اینکه خدا در انظار پرهیزگار و اهل دین و یقین نشان دهند، رعایت ریاکاری و سالوس را اگر هنگامی باران می بارد در گذرگاهی به کسی که همدین نشان نیست نزدیک شوند، تند و شتابناک از او دور می شوند و دامن بر می چینند تا لباسشان به لباس او نخورد، زیرا بر این باورند که پوشاک تر غیر مسلمان نجس و ناپاک است. در ظاهر رفتار و کردار ایرانیان شایسته و سنجیده است، در راه رفتن متین و باوقارند، هر زمان باید طهارت و غسل کنند، در ظاهر متورع و پرهیزگارند، مدام نام خدا را بر لب دارند، زبانشان به کلمات زیبای روحانیت و سخنان دلنشین و آموزنده جاری است، از عظمت و جلال و قدرت خدا دم میزنند، مروت و مردانگی را میستایند، اما در مجموع چنان که مینمایند نیستند و خیش را بالاتر و منزه‌تر از اون چه هستند میپندارند. این یکی از بخش‌های شاردن بود، در حدود 400 سال پیش به ایران آمده، در روزگار صفویان، بخش مفصلی است از فضیلت‌های ایرانیان هم گفته، البته که براتون خواهم خوند، بسیار شیرین و جذاب و جالب است. وقت زیادی نداریم، بفرمایید هموطن. الو سلام. سلام بر شما. خسته نباشید. شما خسته نباشید. ممنونم از شما. بفرمایید عزیزم. من از یه شهرستان کوچیک استان لرستان
زنگ میزنم. درود بر شما، درود بر شما. به به، بفرمایید عزیزم، بفرمایید. شما اصلا طبق چی صحبت ها رو میکنید؟ یک کتابی باز میکنید همینجوری میخونید و به تمام اهلی توهین میکنید؟ حالا کجاش توهین بود عزیزم؟ بفرمایید مشکل شما چیه؟ شما الان دارید به همه توهین میکنید. من تمام برنامه های شما رو دیدم. خب. یه موقع به پیامبر توهین میکنید، یه موقع به امام علی توهین میکنید، حالا دارید به امام حسین توهین میکنید. عزیزم یعنی واقعا خدا نمیترسید؟ نگهدار عزیز من، من دارم برای شما اون چه مورخ نوشته میخوانم. بفرمایید. سلام استاد. سلام بر شما عزیزم، بفرمایید. من زدن یه لحظه سخنان خانم قریبه که شنیدم یهو شوکه شدم. تو خدا اگه ممکنه اصلا اینجور تلفن ها رو اصلا جواب هم یکی ندید. خیلی ممنون. نه عزیزم به حرفشون بزن، بفرمایید. من شما دستم آقای مشیری. جانم بفرمایید. دو سه روز پیش برنامه صدای آمریکا یه نظریه داشتن که به نظر شما بینندگان به این اتفاقی که حال 2008 داره شما اتفاق افتاده بود چیه، که به نظر من که اونجا هم گفتم آشنایی من با جناب آقای برام مشیری بود که واقعا خیلی تاثیر بیشترین تاثیری تو زندگی من همون آشنایی با شما داشت. و سوال دوم هم آقای مشیری این که این خطو کشور ما دم از ولایت میزنن و میگن بزرگتری نمیدونم حق مسلماست و اینجور چیزا، من در کتاب نهج البلاغه هیچ نشونی چیزی ندیدم از این که امام علی بخواد درباره ولایت صحبت کنه که بگه حق ما بوده و اینو به ما. بله عزیزم وقت ما تمام شده، سامانش اجازه بدید جوابتون خدمتتون بدم. ممنونم از شما عزیزم، قربان شما، متشکرم زنگ زدید. هر شبت که در تمام نهج البلاغه، در تمام نامه هایی هست، در تمام اقوالی که بیان شده، احادیث، هرگز علی ادعا نکرد که ما در نمیدونم قدیر خم رسول گفته فلان، اصلا چنین چیزی نبود. میسر نمی بود به لحاظ سیاسی با وجود شیوخ بزرگ اصحاب کبار، و عرض می کنم که این مناقشاتی که بین مهاجرین و انصار بود که وسط بیابانی که این جانشین من، اصلا چنین چیزی نمی شد. حتی در باب هر شبت که فوت حضرت رسول آمده است که ابن عباس گفت یا علی برو و تکلیف روشن کن ببین به ما میدهد یا نمیدهد، گفت من هرگز چنین نکنم، چون اگر بگوید نه، نه رسول یا همیشگیست به ما هرگز حکومت نخواهند داد. این است که این داستانها رو شیعیان ابداع اختراع کردن، به طور کل اساس منطقشون بر آب بوده، هیچ حرف درستی یعنی یک منطق صحیح تاریخی ما ندیدیم در سخنان شیعیان در باب ولایت و این صحبت. و یه مطلبی دیگری میخوام خدمتتون بگم، و اون این که در حق عایشه نمیدونم 17 یا 19 آیه نازل شد. آقا نمیشد یک نصف آیه در حق علی هم ظاهر میشد دیگه؟ یه نصف آیه بگوید آقا این پسر ابوطالب هم آقا این بعد از ما یه کاری باشه، کاری نداشت. پس چرا در باب علی هیچ خبری در قرآن نیست، اما در باب عایشه 17 یا 19 نمیدونم در ماجرای تهمت زدن به عایشه دستشون رو گذاشتن به کریاس در حضرت رسول 17 یا 19 آیه در اسمت عایشه نازل کردن. میباسید در تقوای علی هم یه نصف آیه نازل میکردن. اینها سخنان تاریخی نیست، اینها سخنان متعصبانه عرض کنم که دینیست، مثل همین هموطن عزیز و محترم ما که عرض کنم که تب شیعش خیلی بالا بود، و من مطمئنم این هموطن ما اطلاع درستی از قضایا ندارد. وقت ما در اینجا تمام شد. هموطن نان گرامی، با سپاس از سامان و با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید، و تشکر از دوست گرامی آقای رضایی که آمدند اینجا نشستند و ما رو تحمل کردند. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.